سایمون اکسلر جذبه جادوییش را از دست داده بود استعداد درونیش ته بود او بازیگری بود که تا به حال در اجرای نقشی شکست نخورده بود همه کارهایش پرقدرت بود و چشمگیر و بعد ناگهان فاجعه رخ داد بازیگری که دیگر قادر نبود بازی کند پا گذاشتن بر روی صحنه نمایش برایش عذابی جانکاه شده بود به جای اطمینان از درخشش بر روی صحنه از خراب کردن نقشش مطمئن بود. در ماه های اخیر چند بار پشت هم خرابکاری های ناگواری روی صحنه برایش اتفاق افتاده بود. دفعه آخر دیگر کسی علاقه به دیدن نمایشش نداشت. او دیگر قادر نبود تماشاگری را تحت تأثیر قرار دهد. مرگ بازیگری استعدادش را بلعیده بود. اکسلر با خودش گفت اگه صاحب لحظه بخصوصی باشی آنی که فقط مخصوص به خودت باشه یعنی همیشه یه چیزی داری که با بقیه فرق داشته باشه من همیشه با دیگران فرق داشتم مردم منو همون جوری که بودم به خاطر میسپرن سایمون اکسلر خصلت‌های های منحصر به فردی داشت. خصلت های ویجش به او کمک کرده بودند تا در نقش های مندگار فالستاف، پریونت و وانیا خوش بدرخشد. او در تئاتر کلاسیک آمریکا اسم و رسمی پرآوازه داشت. ولی حالا همان خصلت هایی که او را مشهور کرده بودند با بیرحمی تمام او را ابله نشان میدادند. دیگر در تک تک لحظاتش بر روی صحنه معذب و دست باچه بود. اکسلر همه نقشهایش را به شیوه قریزی خودش بازی کرده بود. بدون اینکه فکر کند. نمایش او تمام قد نمایشی درونی و قریزی بود. حالا روی صحنه به همه چیز فکر می کرد جز همان چیزی که باید از درونش بیرون می آمد. تمام جوشش درونی و شور و تراوت کارش به باد فنا رفته بود. اول گمان کرد با فکر کردن می تواند مشکلش را حل کند. اکسلر می دانست بسیاری از بازیگران با تجربه هم به مشکلات این چنینی بر می خورند. او 65 سال سن داشت. قبلا هم از پس مشکلات زیادی برآمده بود. پس این بار هم می توانست. مدام با خودش تکرار می کرد. این دوره هم می, گذره. می گذره. اما نگذشت. بازیگر دیگر نمی توانست بازی کند. از قلقهایی هایی که تماشاگران را مسهور می کرد، اثری نمانده بود. هر اجرایی مایه ترس و وحشتش می شد و این وحشت سر تا سر نمایش همراهش بود. قبل از هر اجرا، فکرهای مختلف مثل ابرهای سیاه به ذهنش هجوم می آبردند. به خودش می گفت نمی تونم. من نمی تونم. شاید نقشای درستی انتخاب نمی کنم اجراها مصنوعی شدن نمیدونم نمیدونم جمله اولمو چطوری بگم اکسلر برای نجات از شکستهای پی در پیش سعی کرد با تمرین بیشتر آمادگیش را برگرداند آشفتوار به خودش می گفت باید دوباره متنون بخونم باید تون, تون استراحت کنم نه نه تمرینای بیشتری لازم دارم. اما وقتی به سالن اجرا می رسید دیگر نا نداشت. همان وقت بود که وحشت از همه جای وجودش به بیرون نشت می کرد. به محض اینکه صدای کارگردان را می شنید می فهمید یک جای کارش غلط بوده. در لحظه شروع با وجودی توهی روی صحنه می ایستاد. خودش هم نمیدانست چه می کند. هر چیزی برای ارائه بر صحنه داشت و نظرفیتی برای شکست. نمایشش خالی و بی تحرک بود. ایفای نقش بر صحنه برایش کار سخت و جان شده بود. هر شب بیشتر از آن که نگران نمایشش باشد، دنبال راهی برای فرار از شکست بود. برای اکسلر، جهان نمایش و اشتیاقش به آن خیلی زود شروع شده بود. از وقتی خودش را می شناخت، روی همین صحنه راه رفته بود و زندگی کرده بود. در واقع همه چیز از وقتی شروع شد که سایمون اکسلر سه یا چهار ساله بود. وقتی برای اولین بار به معنای واقعی با دیگران حرف زده بود و دیگران هم با او. اکسلر موقع حرف زدن با دیگران حسی شبیه به جادو شدن داشت. او از همان نخستین تجربه ارتباط و گفتگو با دیگران احساس می کرد نمایش بازی می کند. سالها بعد که بازیگر توانا و قابلی شد با تمام قدرت و تمرکز تلاش می کرد او کلمه به کلمه نقشها را خوب می شنید و خوب به کار می برد اکسلر خارج از ی نمایش هم قدرتمند بود وقتی جوانتر بود به دیگران کمک می کرد تا داستان خودشان را کشف کنند. برایشان حقیقتی بزرگ را فاش می کرد حقیقتی که به آنها می گفت هر انسانی برای خودش داستان صدا و سبکی منحصر به فرد دارد دیگران در کنار اکسلر و در زندگی واقعیشان بازیگر میشدند. شدند. به عبارتی قهرمان زندگی خودشان. در جهان نمایش کمتر بازیگری قادر بود نقشش را مانند او بگوید. البته کمتر کسی هم بود که مانند او به دیگران گوش بدهد. اما حالا دیگر نتوان حرف زدن داشت و نه شنیدن. منبع اصلی الهام در بازیگریش جملاتی بود که میشنید. واکنش او به آنچه میشنید مهمترین و موثرترین عامل زنده شدن کارش بود. اگر نمیتوانست خوب گوش کند، اگر نمیتوانست خوب بشنود، تکیه گاه بزرگ بازیگریش را از دست میداد. اما تلختر از این اتفاق آگاهی اکسلر از عمق فروپاشی درونش بود. او خیلی واضح و شفاف ویرانی درونش را می دید. همانقدر شفاف که خودش شاهد بازی بدش بر صحنه بود. به معنای واقعی کلمه رنجش جانکاه بود. همه ی فکر و وجود اکسلر قطر قطر آب می شد. اون نمی دانست هر دقیقه از زندگیش را چطور به دقیقه بعدی پیوند بزند. از تنها ماندن وحشت داشت. شبها خیلی کم می خوابید. و خیلی کم غذا می خورد. کم کم فکر خودکشی در اتاق زیر شیروانی سراغش آمده بود. اکسلر تفنگ شکاری داشت. شاید تفنگش می توانست خلاصش کند. با این حال گاهی فکر می کرد هیچ کدام از این اتفاقات واقعیت ندارد. تمام این کابوس خودش نمایشی است که به زودی تمام می شود. وقتی نقش کسی را بازی می کنید که وجودش پاره پاره شده، نمایش منظم و خوبی بازی می کنید. اما وقتی شاهد پاره پاره شدن وجود خودتان هستید، وقتی نقش مرگ و سقوط خودتان را بازی می کنید، قضیه فرق دارد. چون نقشی، نقشی است لبریز است، ترس و وحشت. بنابراین تصور اینکه کابوس زندگیش خودش یک جور نمایش است، کمکش نمی کرد. اکسلر نمی دیوانه شده یا نه. اما نه. دیوانه نشده بود. او فقط فکر می کرد نقش بازی می کند. نقش مردی عاقل در نقش مردی دیوانه. مردی با ثبات در نقش مردی در هم شکسته. آنچه از خودش یادش بود، مردی پر افتخار و مشهور در عالم نمایش بود. بازیگری با بدنی درشت و قرص با چهره ای که هر حالتش نشانه حس و مفهومی خاص بود با چشمانی تیره صدایی بم و قوی که از عمق وجودش برمی آمد. ولی حالا مردی با ویژگی ها و استعدادی بزرگ در نقش بیچاره بی, بی ظاهر شده بود. وقتی شبها از خواب می پرید یادش می آمد اسیر نقش مردی است که از موجودیت استعداد و جایگاهش در جهان محروم شده است. آن وقت بود که از ته جگر فریاد میکشید. هر روز وقتی از خواب بیدار میشد به خودکشی فکر می کرد. او مردی بود که میخواست با نقشش زندگی کند. شاید این بار هم در نقش کسی بود که میخواست بمیرد. آخرین جملات نمایشی که روی صحنه اجرا کرده بود در ذهنش تکرار میشد. جملاتی که آنقدر تکرارشان کرده بود کلماتی بی معنی و ترسناک شده بودند اما هنوز جادویشان را داشتند با خودش تکرار می کرد حال عیشمان آخر شده اینان بازیگرانند و چونان که گفتم جملگی اشباهند دود می شوند. دود می شوند و به هوا می روند عبارت دود شدن از ذهن اکسلر پاک نمیشه. شد ویکتوریا همسر اکسلر او نمیدانست با حال و روز اکسلر چه کند هر بار که اکسلر غذا نمی خورد گریهش می گرفت بیخوابی اکسلر عذابش میداد. داد ویکتوریا التماس می کرد تا به زندگی برگردد اما بیفایده بود اکسلر چیزی نمیخورد. و چیزی نمی گفت. در طی سالها زندگی مشترک، ویکتوریا بارها دیده بود که اکسلر بعد از هر فاجعه ای بلند می شد و دوباره ادامه می داد. وقتی هشت سال قبل والدین اکسلر هر دو در تصادف مردند، او گریه کرد، اما هیچ وقت متوقف نشد. اکسلر همیشه نگاهش رو به جلو بود. هر وقت ویکتوریا ناآرام و به هم ریخته بود، اکسلر کنارش بود. او کمکش میکرد تا سرسخت و استوار بماند ویکتوری از ازدواج قبلش پسری ناخلف داشت پسری که همیشه درگیر مواد بود در تمام مشکلاتی که پسرش برایش ایجاد میکرد اکسلر همیشه کنارش بود و کمکش میکرد اما حالا دیگر اکسلر صدای ویکتوریا را هم نمیشنید سالها قبل ویکتوریا بازیگر محبوبی بود اما زندگی او را به سمتی برد که محبوبیتش را محو کرد. او هیچ وقت به جایگاه قبلیش برنگشت. یک ازدواج ناموفق، یک پسر، یک طلاق، ازدواج مجدد و دوباره طلاق. تا اینکه ویکتوریا سایمون اکسلر را دید و عاشق شد. عاشق مردی که سالها قبل به سالن اصلی شهر نیویورک می آمد تا اجرای ویکتوریا را ببیند. وقتی در چهل سالگی با هم آشنا شدند، مدتها بود که دیگر از ویکتوریا برای بازیگری در نمایشی دعوت نشده بود. او خیلی زود محبوبیت و شغلش را از دست داد. اما مهم نبود. او اکسلر را پیدا کرده بود. بعد از شروع مشکلات روحی و ذهنی اکسلر، ویکتوریا خیلی زود به زانو درآمد. او به کالیفرنیا رفت تا نزدیک پسرش باشد. اکسلر هم در خانه خارج از شهرش تنها ماند. حراسان و وحشت زده از وسوسه کشتن خود بعد از رفتن ویکتوریا اکسلر با پزشکش تماس گرفت او به اصرار از دکترش خواست تا همان روز در بیمارستان روانی بستریش کند و خیلی زود اکسلر به بیمارستانی کوچک در شمال شهر رفت او 26 روز در بیمارستان بستری بود بعد از اینکه اتاقش را تحویل گرفت نشست و فکر کرد واقعا چه چیزی اعتماد به نفسش را تا این اندازه نابود کرده بود؟ جواب و دلیل روشنی پیدا نمی کرد. انگار همه استعدادی که سرمایه اصلی حرفیش در بازیگری بود، یک شبه و در عالم خواب رفته که رفته بود. سرمایه ای که در حقیقت قدرت حرف زدن و شنیدن حرف دیگران بود و جاری کردن آنچه شنیده یا دیده بود بر صحنه تئاتر. اصل قضیه همین بود. دقیقا چون این چیزی از دستش رفته بود. روانپزشک اکسلر از او خواست تا برایش حرف بزند. از ازدواجش، از مرگ پدر مادرش، از رابطهش با پسر خانده محتادش, دوران کودکیش، بلوغش، شروع راهش در بازیگری، خواهر بزرگترش، دکتر میخواست همه ماجراهای قبل از فروپاشیش را بداند. اکسلر خودش را به دکتر سپرد تا هرچه میخواهد بپرسد. وقتی به ته خط برسید برای نجاتتان به هر چیزی چنگ میزنید حتی اگر بدانید که هیچ کدام از راهها مؤثر نیست حتی اگر بدانید توضیح از پی توضیح فقط ناکامی و شکست به جا میگذارد روزهای کسالت آور بیمارستان روانی میگذشت شبها هم با بیخوابی و کلافگی به صبح می رسید. اکسلر بی خود و بی جهت توان جادویش را در بازیگری از دست داده بود. حالا به جایش میل به خودکشی خیلی آرام در وجودش جای گرفته بود. اکسلر به دکترش گفت هنگار اتفاقا همیشه دلیل خاصی ندارن. یه روز از دست میدی؟ یه روز به دست میاری؟ همینقدر بی ثبات و ناپایدار. همیشه احتمال برعکس شدن چیزها هست فکر میکنم ماجرای منم برعکس شدن غیرقابل قابل پیشبینی زندگیمه برعکس شدنی که خیلی قدرتمنده و بدون هیچ دلیل خاصی در بیمارستان روانی برنامه های متنوعی بود گاهی بیمارها می نشستند و در مورد خودشان حرف می زدند. همین موضوع گاهی موجب دوستی هایی تازه می شد. اکسلر هم در بیمارستان یک دوست پیدا کرد. اولین بار همدیگر را در گروه هنر درمانی دیده بودند. بعد از آن پشت یک میز می نشستند و مثل پدر و دختری صمیمی با هم گپ می زدند. اسم زن سیبل وان بورن بود. حدودا سی و پنج سالی داشت. یک شب سر میز شام داستانش را برای اکسلر تعریف کرد و گفت من مدت ها تو قفسی زندگی کردم که اسمش احتیاط و محافظه کاری بود. زن قابلی که گلکاری و خیاطی میکرد. مهمونی های شام با شکوه میداد. من زن بی سر و صدای یه مرد پولدار و قدرتمند بودم. اما یه روز وقتی به خودم اومدم دیدم شوهرم یه روانی پسته که حتی به بچه های خودشم رحم نمیکنه. وقتی وقتی خیلی اتفاقی متوجه نگاه کثیف شوهرم به بچه ها شدم مریض شدم. اما نتونستم به کسی چیزی بگم. دلم میخواست قدرت داشتم اصله رو بر تا بهش شلیک کنم اما قدرت این رو نداشتم حالا و بچه های نازنینم تو دستایی یادم مریض و خطرناک. اما میتونم چیزی بگم و نبا تیر بزنمش میدونم علیه همچین چیزایی قانون هست ولی من قدرت رفتن پیش قانونم ندارم از وقتی مریض شدم شوهرم میگه من توهم دارم دیوونه اممو نیستم قسم میخورم اکسلر من دیوونه نیستم من با چشمای خودم رو دیدم اکسلر گفت میدونم میدونم خیلی وحشتناکه میفهمم چه بلایی سرت اومده زن گفت ببین من من به یه نفر احتیاج دارم که که این رو بکشه تو این کارو برام میکنی؟ من من بهت پول میدم پول زیاد اکسلر گفت اگه من آدم کش بودم مطمئن باش بدون دست موز برات انجامش میدادم وقتی بچه های محسوم آزار میبینن دلم پر از خشم و نفرت میشه ولی من من فقط یه بازیگر از کار افتادم من کارو خراب میکنم سیبل اون وقت هر دومون میفتیم زندون پس تو میگی چیکار کنم تو بودی چیکار میکردی سیبل تو باید قوی باشی باید با دکتر همکاری کنی تا خیلی زود قدرت تو به دست بیاری تو باید برگردی بالا سر بچه هات اکسلر تو حرفمو باور میکنی؟ اکسلر گفت من تو چشمات رنج زیادی میبینم سیبل من حرفتو باور میکنم چند ماه بعد از اینکه اکسلر از بیمارستان مرخص شد پسرخاندهش به دلیل مصرف بیش از حد مواد مرد زندگی مشترک ویکتوریا و اکسلر هم به طلاق کشیده شد اکسلر با تنهاییش دست و پنجه نرم میکرد که یک روز حوالی ظهر مرسدس مشکی وارد حیات خانه شد مردی سپید موی از در پشتی ماشین پیاده شد مرد جری بود کارگزار و برنامه ریز اکسلر بعد از مرخص شدن اکسلر از بیمارستان جری هر هفته از نیویورک به او زنگ میزد و احوالش را میپرسید تا جری از ماشین پیاده شد گفت خب ظاهره که خوبه اگه قیافه ناامیدتو در نظر نگیریم همه چی عالیه اکسلر با سر و وضع به جری گفت و تو از سر حالی و تمیزی برق میزنیم. جری از نیویورک آمده بود خبر آورده بود نقش ویژهای برایش در نظر گرفتند اما اکسلر زیر پاره چنین نقش سنگینی نمی رفت. اما جری با تمام وجودش تلاش می کرد تا او را قانع کند. جری گفت: اکسلر، تو توی واشنگتن کله پا شدی. دنیا که فقط واشنگتن نیست. این اتفاق دیر یا زود برای همه بازیگرا پیش میاد. تو هیچ هنری زره آهنی امنیت وجود نداره. الانم فقط پشت یه سد موقتی هستی. دیر یا زود صد خراب میشه و تو به راحت ادامه میدی همه ی بازیگرای تراز اول یه روزی تو دلشون خالی شده اما هر بار که میذاری روی صحنه یه فرصت تازه داری استعداد بازیگری دوباره زنده میشه تو چهل سال خاک صحنه خوردی مرد امکان نداره مهارتتو از دست بدی اینا رو میدونم جری قبلا شکست خوردم اما این دفعه فرق میکنه من نمیتونم کارامو درست انجام بدم آدم یا آزاده یا نیست یا آزاده و این آزادی حقیقت واقعیت زنده است یا هیچی نیست من دیگه آزاد نیستم جری باشه حتی بزار بذار با هم غذا بخوریم گلایی که برات آوردم و بذار توی آب راستی خونت خیلی قشنگه خودتم روبراهی امیدوارم خوب غذا بخوریم میخورم. گفتگوی جری و اکسلر ساعتها طول کشید. جری مثل دوستی دلسوز همه تلاشش را کرد تا درخشش و توانایی اکسلر را برایش یادآوری کند. بعد از رفتن جری، اکسلر به اتاق مطالعهش رفت. وسط نمایش نامه هایش نشست. سعی می کرد نمایش نامه هایی که شخصیت اصلیش قصد خودکشی داشتند را پیدا کند. باید برای خواندن نمایش نامه ها برنامه ریزی می کرد. هرچند ممکن بود از لابلای آثار با مفاهیم هولناکی روبرو شود. ظهر که جری آمده بود، پاکتی هم برایش آورده بود. تعدادی نامه از طرف هواداران اکسلر. نامه ها برای درخواست امضای عکس های اکسلر بود. همه جز یکی که باعث تعجب اکسلر شد. بنابراین تمام نامه را خواند. نامه اینطور شروع می شد. نمیدانم من را به یاد می آورید یا نه. اگر یادتان باشد در بیمارستان روانی با هم آشنا شدیم چند بار با هم شام خوردیم و در گروه هنر درمانی با هم حرف زدیم تازگی ها فیلم می دیدم که شما هم در آن بازی می کردیم. نقش یک جنایتکار بیره را بازی می کردیم. دیدن شما در تلویزیون خارق العاده بود به خصوص در آن نقش ترسناک یادم هست که چقدر با شما درد و دل می کردم و شما هر شب سر میز شام به حرفهایم گوش می دادید. بی اختیار حرف می زدم دردمند و رنجور بودم فکر می کردم زندگیم تمام شده اصلا می خواستم که تمام شود شاید خودتان ندانید اما شیوه خالصتان در گوش دادن به ماجرا و دردهایم به من کمک کرد که دوره سخت بیمارستان را پشت سر بگذارم البته کار ساده ای نبود همین حالا هم ساده نیست حیولایی که همسرش بودم به خانواده من آسیب های غیر قابل جبرانی زده فاجعه خیلی عمیقتر از چیزی بود که در بیمارستان خبر داشتم. یادم هست از شما پرسیدم حاضرید او را برایم بکشید گفتم به شما پول میدهم فکر می کردم چون معروفید می توانید. وقتی این حرف را زدم شما به من نگفتید دیوانه شدم. بلکه نشستید و به حرفهای دیوانه بارم گوش دادید. انگار که من هم آدم سالم و عاقلی باشم. از این بابت ممنونم. اما بخشی از وجودم دیگر هرگز عاقل و سالم نخواهد شد نمیتواند بشود نامه با نام سیبلوان بورن امضا شده بود ناگهان اکسلر یادش آمد زن جوان و دردمند بیمارستان را یادش آمد یادش آمد که چطور با دقت و تمرکز به حرفهای زن گوش میداده اکسلر بعد از مدتها کاری که از یاد برده بود را انجام داده بود خوب گوش دادن شاید دوباره گوش دادن به زن کمکش می کرد تا دوباره خودش باشد اما زن کجا بود؟ آیا انسان دیگری بود تا به حرفایش گوش کند؟ <مزن> یک سال از بستری شدن اکسلر در بیمارستان روانی می گذشت. اکسلر حال و روز خوبی نداشت مطمئن بود که دیگر کارش تمام شده کارش در بازیگری، ارتباطش با آدمها و البته ارتباطش با خوشبختی برای همیشه تمام شده بود. علاوه بر اینها از یک سال پیش به زحمت راه میرفت. در ستون فقراتش درد شدیدی احساس میکرد. از وقتی پا به سن گذاشته بود کمردردش وحشیانه اوت کرده بود. این دلیل هم نقطه که پایانی بود تا اکسلر دیگر کارش با عالم و آدم به پایان رسیده باشد. تنها دوستش چند وقت پیش فوت کرده بود. دیگر نه هم کلامی برایش مانده بود و نه زندگی سرپایی. فکر کشتن خودش دوباره به سرش افتاده بود. درست مثل قبل از بستری شدنش در بیمارستان روانی، یعنی حدود یک سال پیش. روزها میگذشتند تا اینکه پگین، دختر یکی از دوستان قدیمش سری به او زد. اولین بار پگین را موقعی که نوزاد بود در بیمارستان دیده بود. پدر و مادر پگین قبل از تولد او دوستان صمیمی اکسلر بودند. سالها پیش اکسلر با پدر و مادر پگین، کارول و آسا در نمایشی بازی کرده بود. اکسلر مثل همیشه در آن نمایش هم نقش اصلی را بازی کرده بود. در جشن اختتامیه برای نام بچه ای که در شکم کارال بود رعی گیری کرده بودند. اگر بچه پسر می شد، کریستی و اگر دختر می شد، پگین. و حالا پگین در دانشکده کوچک زنان پیش را تدریس می کرد. اکسلر آخرین بار پگین را بیست و چند سال پیش دیده بود. وقتی پگین دانشجوی شاد و بانشاتی بود. پدر و مادر پگین در سالن تئاتری در میشیگان مشغول بودند. حالا پگین چهل ساله بود و اکسلر شست و پنج ساله. بعد از آمدن پگین آنها خیلی زود به هم علاقمند شدند. هر روز صبح به محض بیدار شدن با هم تلفنی صحبت می کردند. اوقات فراغتشان را با اشتیاق در خانه اکسلر می گذارندند. خانه که آتش شمینه و کتابهایش همیشه برایش براه بود. حالا اکسلر در مقابل خود زنی را می دید تر و فرز و پخته و چهل ساله هرچند لبخندش هنوز یادآور شخصیت بچگیش بود اکسلر بیهی چند و چونی خوشحال بود بعد از آنکه با هم بیشتر صمیمی شدند پگین برای اکسلر تعریف کرد که زندگی پرفراز و نشیبی گذرانده از دوستی های زود گذر و ارتباط هایی که هیچ وقت به سمر نرسیده پگین به این نتیجه رسیده بود که بعد از سالها حالا به یک مرد نیاز دارد. او میخواست شیوه زندگیش را عوض کند. برای همین یک روز با ماشینش راه افتاده بود تا به اکسلر سر بزند. پگین آمده بود به مردی سر بزند که 25 سال از او بزرگتر بود. اما مردی که خوب می شناختش. وقتی پگین رسید با آنچه اکسلر در خانه داشت برایش غذا پخت خیلی وقت بود کسی برای اکسلر غذا نپخته بود. او تمام مدت کار کردن پگین را تماشا می کرد و همزمان نوزادیش را به خاطر می آورد. پگین هم طوری رفتار می کرد که انگار خانه خودش است. حضور پگین در خانه اکسلر مایه آرامش بود و سرشار از انرژی. حضورش نعمتی بود برای خانه سوت و کور اکسلر. اکسلر احساس می کرد دیگر روی زمین تنها نیست. خوشحال بود. دیگر موقع غذا خوردن غمگین نمیشد. دوباره موسیقی گوش دادن را از سر گرفته بود. یک روز موقع ناهار پگین پرسید چند وقت تک و تنهایی؟ انقدر تنها موندم که بیش از حد تصورم احساس تنهایی می کنم. البته بعضی وقتا به نظرم فاقلده است. ماها و فصلها یه جا نشستن. تصور اینکه بیرون بدون تو ادامه داره جالبه. درست مثل وقتی که آدم می میره پگین پرسید پس بازیگری چی شد؟ دیگه بازی نمی کنم امکان نداره آخه چرا؟ توضیحش خستم می کنه بازنشستی شدی یا اتفاقی افتاد؟ اکسلر از پشت میز بلند شد پگین دیگر چیزی نگفت اکسلر گفت میخوام بدونم چطور شدی دفعه تصمیم گرفتی به هم سر بزنی؟ میخواستم ببینم کسی پیشته وقتی دیدی تنهام؟ هیچی گفتم چرا من زن زندگیش نباشم اکسلر پرسید تمام مدت با خودت از این حساب کتاب میکردی؟ موضوع حساب کتاب نیست پیگیری چیزیه که میخوام البته نه پیگیری چیزیه که دیگه احتمالا تو نمیخوایی رفته رفته ارتباط اکسلر رو پگین جدی تر شد اکسلر برای اولین بار برای پگین لباس خرید آن هم از فروشگاهی گران چند وقت بعد پگین و اکسلر به نیویورک رفتند غذاهای خوب خوردند سینما رفتند و آخر هفته کنار هم گشت زدند اکسلر باز هم برای پگین خرید کرد وقتی آخر هفته تمام شد چند هزار دلار خرج لباسها و گشت و گذار پگین شده بود پگین در لباسهای جدیدش ظاهری متفاوت و زیبا پیدا کرده بود. پگین روزهای اول شبیه پسرهای نوجوان لباس می پوشید. اکسلر برایش زیورالات زیبا و ظریف هم خرید. او کمکش میکرد تا پگین ظاهری تازه و متفاوت با گذشتش پیدا کند. این کار خوشحالش میکرد. خود پگین هم از این وضعیت لذت می برد. با این همه پگین نمیخواست والدینش از تغییرات جدید زندگیش با خبر شوند. اکسلر چند باری پرسیده بود چرا نباید خبر نامزدیشان را به پدر و مادر پگین بدهند اما پگین چندان تمایل نداشت اکسلر دوست و همسن و سال پدر و مادرش بود شاید این موضوع برای والدینش خوشایند نبود اکسلر درک می کرد اما به هر حال باید با خبر می شدند با اینکه موافق پنهانکاری نبود اما به خاطر پگین ترجیح داد سکوت کند از طرفی مدام به انگیزه پنهانکاری پگین فکر می کرد. اکسلر فکر می کرد انگیزه پگین هر چی که باشد تحمل کردن این رفتار اشتباه است. دیگر سن و سالی از او گذشته بود. برایش سخت بود که کسی او را از دیگران پنهان کند. پگین زنی چهل ساله بود. چرا باید زنی چهل ساله آنقدر نگران تصور پدر و مادرش باشد؟ آن هم زنی مثل پگین که همیشه برخلاف میل خانوادهش زندگی کرده بود. اکسلر نگران بود. نگران این که پگین می داند با چه کسی نامزد کرده یا نه. روزی سر صبحانه اکسلر از پگین پرسید پگین این زندگی همونیه که واقعا همیشه میخواستی؟ تو میدونی داری چی کار می کنی یا نه؟ پگین گفت آره میدونم و دلم میخواد همیشه ادامه داشته باشه متوجهی در مورد چی حرف میزنم؟ آره سن و سالت ارتباط قدیمیت با پدر و مادرم و احتمالاً چند تا مسئله دیگه که البته برای من مهم نیستند تو چی؟ اکسلر گفت زندگی من تو چند سال گذشته خیلی متزلزل و شکننده بوده دیگه تحمل ندارم امیدم یهو به باد فنا برن من خیلی فلاکت و رنج دیدم تعم جدایی و فراغ رو زیاد چشیدم خیلی دردناکه جدایی تلخی ترسناکی داره من تو این مرحله از زندگیم دیگه تحملشو ندارم پگین گفت اکسلر ما هر دو دل ایم همسر تو رو رها کرده و به من از طرف بهترین دوستم به هم خیانت شده حالا اگه قرار من و تو شکست بخوریم بذار به خاطر خودمون باشه نه به خاطر اونا نه به خاطر گذشته تو یا من من نمیخوام ترغیبت کنم که خطر کنی هرچند میدونم زندگی ما با هم خودش یه جور خطر کردنه منم این خطر رو حس میکنم البته حس من با حس تو فرق داره ولی من تحمل از دست دادن تو ندارم ولی اگر روزی مجبورم کنی میپذیرمش اما در مورد خطری که گفتی گفتی هر دوتای ما باید این خطر رو قبول کنیم. ما از قبل این کار رو کردیم. دیگه برای عقب نشینی دیر شده. حتی اگه به خاطر محافظت از خودمون باشه. اکسلر گفت نگرانم. نگرانم که اگه اوزا بر وفق مرادت نباشه بذاری بری. پگین گفت اکسلر من دوست دارم. یواش یواش دلم بهت قرص میشه. لطفا به من پشت نکن حرف اصلی مینه اگه تو برای زندگیمون سعی کنی منم سعی کنم. این دیگه یه دور خوشی موقتی نیست اکسلر کلمات او را تکرار کرد ما خطر میکنیم اکسلر فکر میکرد به زودی روزی رسد که شرایط برای پگین سخت شود و احتمالا آن روز او ضربه بدی خواهد خورد اکسلر حدس میزد چون این روزی به زودی آید. اما نمیدانست و نمی توانست از رسیدنش جلوگیری کند یا اینکه چیزی را تغییر دهد. با آمدن پگین آنقدر خوشبخت بود که توان تغییر دادنش را نداشت. تگ چند ماه گذشته موهای پگین بلند شده بود. موهایی پرپشت و قهوه‌ای با برق و درخششی طبیعی. پگین فکر می کرد شاید بد نباشد تا موهایش را کوتاه کند. اکسلر با کمک دوست بازیگری آدرس آرایشگاه مناسبی را پیدا کرد. اکسلر سعی داشت از پگین زنی بسازد که برای یک مرد خواستنی باشد. مردی مثل خودش. آنها به آرایشگاه زنی ژاپنی رفتند. پگین هیچ وقت مثل آن روز کم و دست پاچه نشده بود. او حتی از نگاه کردن به خودش در آینه هم آجز بود. سوالات سختی از ذهن اکسلر می گذشت. نکنه من بگین و مجبور کردم آدم دیگه ای بشه با این آرشگاه ها و لباس ها میشه دو دهی زندگی سپری شده کسی رو دور ریخت اگه این دوره تو مسیر زندگی بگین فقط یه وقفی کوتاه باشه چی؟ همزمان که این سوال ها از ذهن اکسلر میگذشتند موهای پگین هم کوتاه میشدند مدل موهای جدید ظاهر او را بیخیال و ژولیده کرده بود. چند روز بعد قضیه کوتاه کردن موها و اینکه پگین ظاهرش را به اکسلر سپرده بود یا نه برایشان کاملا عادی شده بود. دوست سابق پگین در نیمه شبی به خانواده پگین زنگ زده بود. والدین پگین در شهری دور از دخترشان زندگی می کردند. او با آنها گفته بود دخترشان از او سو استفاده کرده و فریبش داده تا برای خودش شغلی دست پا کند. دوست پگین زمانی رئیس او بوده. بنابراین پگین را متهم می کرد که به خاطر رسیدن به شغل از او سو استفاده کرده است و وقتی کارش تمام شده شخصیت واقعیش را نشان داده. رئیس آدمی قوی، موفق، توانا و زنی پویا و فعال بود. اما حالا ممکن بود به خاطر آنکه پگین تنهایش گذاشته بود از دور خارج شود. اکسلر گفت دوست دیگه چی گفته؟ پگین بغز کرد و گفت ماجرای تو رو هم بهشون گفته بعد اونا چی گفتن؟ مادرم ازم پرسی حقیقت داره من بهش گفتم که دروغه ما, ما فقط دوستای صمیمی هستیم واقعا برات مهمه که به پدر و مادرت گفته پگین گفت برای تو مهمه؟ اگه تو رو آزار بده بله مهمه وگر نه به هیچ وجه. گمونم زیادم بد نشد به پدرم چی بگم اگه نخواد با من حرف بزنه چی فکر نمی کنم همچین کاری بکنه فرض کن پدر بخواد با تو حرف بزنه اون وقت منم باش حرف میزنم. یعنی چقدر عصبانیه اگه انقدر نگرانی به هیچ زنگ بزن ازش بپرس اصلا میخوای من باش حرف بزنم نه خودم این کارو میکنم یعنی باید خودم این کارو بکنم. پگین به خانوادهش زنگ زد. اول خودش به تنهایی در اتاق مطالعه با آنها صحبت کرد. بعد تلفن را به اکسلر داد. اکسلر گوشی را گرفت و با آسا پدر پگین حرف زد. آسا سلام سلام شنیدم دخترم و فریب دادی من بهش علاق مندم خب باید بگم خیلی جا خوردم اکسلر با خنده گفت خب باید بگم خودم هم جا خوردم وقتی پگین گفت بخواد بهت سر بزنه فکر نمی کردم موضوع این باشه برحال پگین حق داره برای زندگی خودش تصمیم بگیره دیگه بچه نیست صبر کن کارول میخواد با هات احوال پرسی کنه آسا این را گفت و گوشی را به کارول مادر پگین داد تا با اکسلر صحبت کند کارول گفت خب خب کی فکر میکرد که تو یه روز بخوای دختر ما رو فریب بدی؟ اکسلر گفت هیچ کس یعنی دخترم داره کار درستی میکنه؟ گمونم آره کارول پرسید برنامه تو چیه اکسلر؟ من هیچ برنامه ای ندارم پگین همیشه آدم رو قافل گیر میکنه منم قافلگیر کرد راستش به نظرم خودشم قافلگیر شده کارول سعی داشت دوستانه و ملایم حرف بزند اما اکسلر از لحن خشک و سردش متوجه شد تحمل این تماس برایش سخت است. آنها فقط سعی می کردند منطقی برخورد کنند. شنبه بعد کارول مادر پگین راهی نیویورک شد تا نهار را با پگین بخورد. پگین هم صبح با ماشین به شهر رفت و حدود ساعت هشت شب برگشت. اکسلر شام پخته بود. بعد از اینکه شامشان را خوردند، پرسید که دیدارش با مادرش چطور بوده. پگین گفت: بخوای کاملا صادق باشم؟ اکسلر گفت بله لطفا مادر حرف زشتی نزد چیزی نگفت که دلش خونک بشه اول اینکه توی رستوران از کنارم رد شد ولی منو نشناخت وقتی صداش کردم برگشت و گفت خدایا این دختر منه واقعا خوشگل شدی مدل موی جدید لباسایی که هیچ وقت تن نمی کردم قافل گیرش کرده بود بهش گفتم دارم چیزهای جدید و امتحان میکنم مادرم گفت اومدم اینجا چون میخواستم مطمئن شم به آخر عاقبت کارت فکر میکنی یا نه بهش گفتم گمون نکنم کسی به آخر عاقبت یه مسئله رمانتیک فکر کنه بهش گفتم من احساس خوشبختی میکنم ولی مامان گفت خبر داره که تو یه مدت تو بیمارستان روانی بستری بودی منم بهش گفتم کل قضیه مربوط به مشکلات بازیگریت بوده گفتم مشکلات گذشته تو زندگی الان ما هیچ تأثیری نداره گفتم مثل همه آدمایی که تا حالا دیدم خیلی عاقلی حتی تر وقتی هم که با هم هستیم کاملا با ثبات و شادی سعی کردم بهش بفهمونم جایی برای نگرانی نیست و همینجا بود که جریان گفتگومون عوض شد مادر گفت برا مجیبه که مردی رو برای زندگی انتخاب کردی که 25 سال از تو بزرگتره تازه سابقه فروپاشی روانی هم داره الانم بیکاره گفتم 25 سال اختلاف سنی یعنی 25 سال تجربه بیشتر از خودم ما از علاقه ای که به هم داریم لذت میبریم مادرم گفت من به عنوان یه بازیگر براش احترام زیادی قائلم اما هنوزم درباره بستری شدنش تو بیمارستان روانی نگرانم حتی از اینکه هر روز پیرتر میشه هم میترسم زمان اینطوریه دیگه آدم 25 ساله از بعد میشه 66 ساله و بعد 67 ساله و الاخر تا چند سال دیگه میشه هفتاد ساله اون وقت تو میمونی و یه مرد هفتاد ساله تازه این آخرش نیست پیری همینجوری به راهش ادامه میده بعد پرسید عاشقشی گفتم فکر میکنم هستم پرسید اکسلر هم عاشقته گفتم فکر میکنم آره آدر گفت خیلی خوب نمیخوام انقدر بگم و بگم و بگم که ازش ماجرای خطرناکی بسازم ازش پرسیدم بابا نظرش چیه؟ گفت به محض اینکه کار نمایش راه بیفته پدرت میاد تا ببینتت. میتونی از خودش بپرسی. اصرم تو فرودگاه بهم هم گفت سر نهار سعی میکردی بگی نامزدی طبیعی ترین و آقلانه ترین کار دنیاست. در حالی که نیست. من خیلی فکر کردم. باید بگم به نظر من این تصمیم. این تصمیم اشتباهه. پگین سکوت کرد. اکسلر تمام مدتی که پگین حرف میزد نه کلمه ی حرف زد من از روی صندلیاش جام خورد. اکسلر از پگین پرسید از چیزی که توقع داشتی بهتر بود یا بدتر؟ خیلی بهتر. خب پس انگار استرابت بیمورد بوده. امیدوارم از مادرم متنفر نشده باشی. مادرت چیزایی رو گفته که هر مادری میگه من درک میکنم پگین آهسته و شرمگین گفت امیدوارم از من متنفر نشده باشی اکسلر گفت برای صداقتت ممنونم قوی باش دختر اما اکسلر آزرده شده بود آزرده و خشمگین حرفهای مادر پگین درباره پیر شدنش قلبش را شکسته بود برایش عجیب بود که چرا زنی چهل ساله انقدر به حرفهای پدر مادرش اهمیت می دهد. اکسلر از کل ماجرا منزجر شده بود. با این حال چون پگین ظاهرا توضیح مادرش را درباره اکسلر نپذیرفته بود. اکسلر هم تصمیم گرفت. مثل ما بقیه چیزهایی که زیاد از آنها خوشش نمی آمد، اما سکوت می کرد. در این مورد هم سکوت کند. صبح روز بعد وقتی اکسلر در خانه تنها بود اتفاق عجیبی افتاد. اکسلر به آشپزخانه رفت تا برای خودش غذا درست کند. از پنجره نیم نگاهی به بیرون انداخت. کسی به سرعت به سمت انباری رفت. فکر کرد احتمالا دزد است. به سرعت به اتاق زیر شیروانی رفت تا تفنگش را بردارد. جایی دورتر از خانهش ماشینی پارک شده بود. پارک کردن ماشین کنار جاده متروک در هر ساعتی از شبانه روز عجیب بود. دقیق تر نگاه کرد. زنی مو قرمز با ژاکت جین آبی بیرون بود. زن از پس پنجره جلویی اتاق پذیرایی را دید میزد. اکسلر از در پشتی بیرون رفت و بی آنکه زن او را ببیند پشتش ایستاد. اکسلر او را نشانه رفت و گفت کمک میخواید خانم. زن برگشت و با دیدنش چیغ زد. او ببخشید. شما تنهایی؟ من من پرسیلام. رئیس دانشکده و دوست سابق پگین؟ بله اینجا چی کار میکنید؟ میدونم وارد ملک خصوصیتون شدم ببخشید منظوری نداشتم قبلا اینجا بودی؟ فقط با ماشین و گذری چرا؟ میشه نوک اسلحه رو بیاریم پایین عصبی میشم وقتی از پنجره خونم و دید میزدی منم عصبی میشدم متاسفم فقط میخواستم پگین رو ببینم دیدن بگین بهتون کمک نمیکنه. فقط باعث میشه از حسادت بمیری راستشو بخواین احتمالا از نفرت اکسلر گفت بگین نمیخواد تو رو ببینه و منم دلیلشو نمیدونم آقای اکسلر شما یه ستاره اید و به نظر من پگین اصلا زیبا باهوش یا بالغ نیست خیلی هم بچه است خدا میدونه چه بلایی سرتون میاره بگین هر جا باشه باعث بدبختی میشه یه چیزی در وجودش هست که خیلی قدرتمنده قدرتی که به راحتی همه چیزو خراب میکنه خب چیزای قدرتمند زیادی تو وجود پگین هست و مشکل از ماست که بهش قدرت میدیم تا همه چیزو داغون کنه بگین هیچی نیست میفهمین؟ اگه هیچی نبود اینجوری نمیومدی دنبالش ولی اگه میخوای بیا تو یه قهوه بخور و زندگی ما رو از نزدیک ببین اکسلر میخواست در مورد عمق زخمی بشنود که پگین باعثش بود اما زن مو قرمز گریه کرد و برگشت اکسلر هم تفنگ به دست برگشت و از در پشتی وارد خانهش شد بعد از اون درباره زن و آمدنش به خانه چیزی به پگین نگفت اما نتوانست زن موسرخ را از ذهنش پس بزند یک هفته بعد از آمدن مادر پگین پدر پگین هم برای دیدن دخترش به نیویورک آمد آمدن او هیچ کمکی به بهبود اوزا نکرد پدر شرح خطرات تصمیم پگین را دقیقا از همان جایی شروع کرد که کارول مادر پگین تمامش کرده بود از سن سال خطرناک اکسلر تا شرایط روحی و روانی او اما برخورد اکسلر تغییری نکرد. او با خودش می گفت هر چیزی رو که میشنوی تحمل کن تا پگین تسلیم نشده برای مخالفت با پدر و مادرش عجله نکن. پدر به پگین گفته بود. حق با مادرت بود. مدل موهات خیلی زیباست. در مورد لباست هم درست می گفت. پگین گفته بود. واقعا؟ به میاد. محشر شدی. بهتر از قبل؟ متفاوت، کاملا متفاوت حالا به دختری که حسرتشو داشتی شبیه تر شدم؟ مسلما حال و هوا و ظاهری پیدا کردی که قبلا هیچ وقت نداشتی حالا از سایمون برام بگو احتمالا میخواین به بیمارستان روانی بدونید درسته؟ بله درسته همه ما گاهی مشکلات جدی داریم بابا همه ی ما مشکلات جدی داریم ولی سر از بخش روانی بیمارستان در نمیاریم. حالا که حرف به اینجا کشید نمیخواین در مورد تفاوت سنی چیزی بگین. نمیخواین در این مورد چیزی بپرسین؟ تو اسیر یه ستاره شدی بگین. بعضی از آدما یه جور میدان مغناطیسی دور خودشون دارن. ستاره ها هم همین جورن. تو مجذوب یه ستاره شدی یا آدم معروف با استعداد. پگین خندید و گفت اوایل شاید اما الان با اطمینان بهتون میگم برای من فقط عکس و بس شما واقعا قصد دارید با هم ازدواج کنی؟ بابا چرا در مورد ازدواجم یه جوری رفتار میکنین انگار دوازده سالمه؟ خب شاید چون شبیه دخترای دوازده ساله ای؟ گوش کن اکسلر بازیگر جذابیه احتمالا از نظر یه زن هم ممکنه مرد جذابی باشه اما اکسلر دقیقا همون سن و سالی رو داره که واقعا میدونی داره اکسلر روزای خوب زندگی رو پشت سر گذاشته بیشترشو با پیروزی و آخرش هم با مصیبت تو هم زندگی خودتو داشتی اما شکست های اکسلر منو نگران میکنه نمیتونم مثل تو خیلی راحت دربارش حرف بزنم نمیتونم بهت بگم آزادی هر کاری میخوای بکنی منظورم این نیست که نمیخوام جلوتو بگیرم برعکس میخوام تو بگیرم پدر کاملا جدی گفت و این کار رو کرد. موقع شام دوباره به پگین زنگ زد و حرفهایی که ظهر در نیویورک به او گفته بود دوباره تکرار کرد. آن شب اکسلر به پگین گفت پگین من واقعا نقش پدر و مادر تو تو زندگیمون درک نمی کنم. ولی انگار نقش مهمی دارن و راستش از نظر من خیلی مسحکه. ببین یه یه, یه پیشنهاد دارم. اگه میخوای من میرم میشیگان میرم و با پدرت حرف میزنم بهشون میگم رابطه و دوستی من با پدر و مادر تو هیچ ربطی به نامزدی و زندگی ما نداره سعی میکنم متقاعدشون کنم این تنها دفاع منه پگین اگه تو بخوای همین فردا میرم فکر نمی کنم لازم باشه در ضمن خودت گفتی قضیه رو خیلی کش ندیم من فقط پیشنهاد دادم تصمیم عهده خودته اکسلر دیگر چیزی نگفت اما شاید بهتر بود تلاش میکرد شاید باید با والدین پگین حرف میزد شاید حسادت و بغضهای گذشته همان وقتی که اکسلر شماره یک بود و آنها زیر سایه شهرت او پنهان بودند اینطور خودش رو نشان داده بود به شکل صدی بزرگ در برابر زندگی تازه اکسلر عواسط هفته بعد وقتی اکسلر مشغول خواندن روزنامه محلی روز جمعه بود گزارش صفحه اول روزنامه توجهش را رو جلب کرد ماجرای قتلی در شهرکی مرفه در همان حوالی مردی چهل و چند ساله جراح موفق پلاستیک به ضرب گلوله ی همسر سابقش کشته شده بود نام یا به عبارتی اسم قاتل سیبلوان بورن بود همان زنی که بارها از اکسلر خواسته بود تا شوهرش را بکشد گویا در زمان قتل سیبل و همسرش از هم جدا شده بودند سیبل با سواری از خانه خودش به خانه مرد رفته بود به محض باز شدن در گلوله ای در سینه شوهر سابقش خالی کرده بود مرد در جا مرده بود زن سلاحش را جلوی در انداخته بود و در ماشین پارک شدهش منتظر مانده بود تا پلیس برسد قبل از آن زن هر دو فرزندش را به پرستاری مطمئن سپرده بود. اکسلر با خودش زمزمه کرد. ازم پرسید حاضرم شوهرشو براش بکشم. گفت به یه نفر احتیاج داره که شوهر شیطان صفتشو بکشه و حالا خودش این کارو برای خودش انجام داده. یه زن با ظاهری در هم شکسته و بدنی نحیف. درست مثل بچه ها. مثل بیازارترین آدم دنیا. تا حالا بیرون از صحنه تئاتر ندیده بودم آدمی آدم دیگه ای رو بکشه شب که پگین آمد نامه سیبل بامبارن را دوباره با هم خواندند. اکسلر گفت شوهر ادعا می کرده بیگناهه گفته زنش توهم میدیده پگین پرسید واقعا توهم میدیده من اینطوری فکر نمی کنم من رنج این زن رو دیدم راستش من قصهش باور کردم. اکسلر چندین و چند بار دیگر مقاله روزنامه را رو خواند و به عکسی که از سیبل در روزنامه چاپ شده بود نگاه کرد. در عکس روزنامه بیشتر از آنکه شبیه مادر دو فرزند باشد، بیشتر شبیه سردسته هواداران و معرک بگیران تیم‌های ورزشی مدرسه بود. روز بعد اکسلر به اطلاعات زنگ زد و شماره سیبل وانبورن را گرفت. اکسلر با خواهر سیبل صحبت کرد و توافق کردند که اکسلر نامه‌ای که سیبل برایش فرستاده را برای وکیل سیبل بفرستد. شاید به درد محکمه‌اش بخورد. ظاهرا در سلولش نگهبانی گذاشته بودند تا خودکشی نکند. اکسلر رنجی که زن میکشید را درک می کرد. شاید هم در دلش شجاعت او را تحسین می کرد. حداقل زن آزار بزرگ زندگیش را از بین برده بود. پگین دوستان تازه‌ای پیدا کرده بود. دختری که با هم ورزش می کردند و دختری که خیلی اتفاقی در رستوران با او آشنا شده بودند. دوستی و رفاقت های جدید پگین اکسلر را می میترسید می ترسید دوباره هوای زندگی بدون تعهد و آزاد به سرش بزند. می ترسید بخواهد دوباره با دوستی آزاد و رها سفر برود و زندگی کند بدون اینکه به مردی وابسته باشد. از طرفی برای اینکه بر ترس و استرابش غلبه کند، در خیالاتش تصور می کرد پگین دوست دارد مادر شود و آن دو با هم صاحب نوزادی می شوند که با هم بزرگش کنند و زندگی را یادش بدهند. اکسلر بعیدترین اتفاق ممکن را در رویاهایش امکان پذیر می کرد. در رویا می دید که در جواب پگین که دلش می خواهد مادر شود می گفت پگین عزیزم خانوادت قبلا بهت هشدار دادند من پنج سال دیگه هفتاد سالم میشه. وقتی بچه ما ده سالش بشه من هفتاد و پنج سالمه. با وضعیت مهره های کمرم احتمالا ویلچر نشین شدم. البته اگر قبلش نمیرم. ممکنه اون موقع من دیگه انتخابت نباشم. اون وقت تکلیف بچه چی میشه؟ در خیال میدید که پگین در جواب میگوید لطفا از این حرفا نزن من میخوام تو پدر بچم باشی تازه فقط این نیست من چند تا تقاضای دیگه هم ازت دارم تو باید مهرهای کمرتو عمل کنی میخوام دوباره برگردی سر کارت و حتما بچه دار بشیم اکسلر با پگین جوان میشد زندگی آمیخته با حقیقت و رویا اکسلر را به دنیای جدیدی برده بود فکر میکرد وقتی دوباره بر صحنه تئاتر بدرخشد نوزادشان هم به دنیا می آید. آن وقت توان جادویش در بازیگری برمیگردد و عمل جراحی مهرهایش موفقیت آمیز خواهد بود و خیلی زود سایه دنبالدار شوربختی از زندگیش پاک می شد. همه چیزهایی که از دستش رفته بود برمیگشتند و این نقطه آغاز بود. اکسلر عزم جزمی در وجودش احساس می کرد. می خواست هر طور که شده به رویایش تحقق ببخشد. برای همین با پزشکی در مورد پدر شدن در 65 سالگی مشورت کرد. احساس می کرد دیگر خواب و خیال نمی بیند. قرار بود روح سایمون اکسلر دوباره احیا شود. دکتر گفت با وجود همه احتمالات منفی احتمال دنیا آمدن نوزاد طبیعی برای مردی با سن و وضعیت او خیلی هم بعید نیست. و وقتی پگین به عنوان نیمه دوم داستان پیش دکتر میرفت آن وقت دکتر می توانست وضعیت آنها را دقیق تر ارزیابی کند. اکسلر به خانه برگشت. از شدت هیجان خواب به چشمش نمی آمد. با این فکر که اتفاق فوق در حال رخ دادن است، به پذیرایی رفت و موسیقی گوش کرد. در این مدت دوستی و وقت گذرانی پگین بیرون از خانه روز به روز بیشتر می شد. اما اکسلر همچنان به خیالهایش چسبیده بود و منتظر همراهی پگین بود. تا اینکه یک روز صبح از همان ابتدای صبح پیش از آنکه فرصت کند ماجرای دیدارش با دکتر و ماجرای بچه دار شدن را تعریف کند قضیه دستگیرش شد دستگیرش شد که نباید از سر شتاب زدگی و عجله خودش را بیشتر و بیشتر غرق رویا می کرد بگین سر میز صبحانه بدون مقدمه گفت اکسلر با آخرش رسیدیم آخر چی؟ پگین گفت این زندگی که میخواستیم نیست اشتباه کردم و به این شکل پایان شروع شد به همین سرعت و همین قدر ناگهانی سی دقیقه بعد پگین جلوی در خانه کیف پرش را محکم گرفته بود چشم های اکسلر پر از اشک بود و تمام شد صحنه رفتن پگین درست نقطه مقابل همه امیدهایش بود امیدهایی که دو هفته قبل در دلش جوانه زده بود. پگین هم گریه می کرد. برعکس آنچه بر سر میز فکر می کرد. کندن و رفتن برای او هم سخت بود. با این حال پگین کوتاه نیامد. لب باز نکرد و مردد نشد. اینجور سختی ها را خوب تحمل می کرد. پگین حاضر نبود بیشتر حرف بزند یا توضیحی بدهد. او فقط می خواست از دستش رها شود و با تجربه جدیدی زندگی کند. اکسلر با خشم فریاد زد. تو نمیتونی همه چیز رو زیر پات له کنی و بذاری بری. پگین حق زنان گفت. من سعی کردم برات آدم کاملی باشم. ببخشید. اکسلر گفت. قرار بود با هم کامل باشیم. پگین به من پشت نکن. یعنی زندگی با من فقط برات یه تجربه بود؟ حالا هم یه تجربه جدید دیگه میخوای؟ آره، از اول تا آخرش من فقط یه تجربه بودم. پگین گفت من چی؟ دیگه نمیتونم برات نقش بازیگری از دست رفتت رو بازی کنم. من جایگزین هنر از دست رفتت نیستم. این چجور مقایسه یه؟ مقایست نفرت برانگیزه. اما حقیقت داره. من برات جایگزین بازیگری بودم. قرار بود نقش جبرانی رو بازی کنم. مزخرفترین حرفیه که با عمرم شنیدم. خودت هم میدونی که درست نیست برو پگین اگه میخوای خودتو اینطوری تبره کنی برو آخرین حرف هایی که بین اکسلر رو پگین رد و بدل شد آنقدر تند و شدید بود که حس نفرتشان از یکدیگر را در وجودشان باقی گذاشت و تمام شد در مسیر یک مرد دامهای زیادی هست و برای اکسلر پگین آخرینش بود اکسلر با اتش و اشتیاق پا در این دام گذاشت و مثل اسیری ترسو به تومش نک زد. راهش مقصد دیگری نداشت. با این حال او آخرین نفری بود که این را فهمید. پگین با ماشینش رفت و بعد از آن مسیر فروپاشی اکسلر پنج دقیقه هم طول نکشید. فروپاشی در نتیجه سقوطی که خود اکسلر به استقبالش رفته بود. دردش علاج و چاره نداشت. اکسلر به اتاق زیر شیروانی رفت و یک روز کامل آنجا ماند. آماده بود. آماده برای اینکه ماشه تفنگش را بکشد. موقع شام دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد. به پدر پگین زنگ زد. اکسلر خروشان و با خشم به پدر پگین گفت دور کردن پگین از من چه نفعی برات داشت. ما خوشحال بودیم لعنتی. میخواستیم یه زندگی جدید رو شروع کنیم. اما تو نتونستی ما رو کنار هم ببینی تو به خاطر گذشته ها از من نفرت داری و اینطوری زهر خودتو خالی کردی میدونی؟ میدونی که بگین رفته؟ حالا دیگه میدونم قبلا نمیدونستی؟ نه بگین هیچ وقت نمیگه میخواد چیکار کنه در ضمن من به عنوان پدر حق دارم نگران دخترم باشم اگه اینطوری نباشم کوتاهی کردم اکلر از عشقایش متنفر بود اما دوباره گریهش گرفت. گریه های آکنده از شرم و افسوس و خشم. اکسلر تفنگش را برداشت. به اتاق مطالعه پگین رفت. ایستاد و اتاق را تماشا کرد. روی صندلی نشست. بعد فکر کرد نباید جسدش را در اتاق پگین و روی صندلیاش پیدا کنند. مقصر که پگین نبود. کم و کاستی و ناکامی از خودش بود. چند ساعت بعد از تماسش با پدر پگین وقتی سعی کرد ماشه را در دهانش بچکاند و نتوانست به یاد سیبلوان وان بارن افتاد. آن زن خاندار سنتی در حومه شهر که پنجاه کیلو هم وزن نداشت و کاری که قصد انجامش را داشت تمام کرده بود. کسی که نقش هولناک قاتل را به عهده گرفته و با موفقیت اجرایش کرده بود. سیبلوان وان بارن به سنگ محک جسارت و شجاعتش تبدیل شد. با خودش گفت اگه سیبل تونست این کارو بکنه پس منم میتونم آخر سر به فکرش رسید وانمود کند در نمایشی بزرگ بازی میکند در نمایش از چه خوف؟ چه چیزی بهتر از این؟ باید به دنیای بازیگریش برمیگشت. باید آخرین ذرات قدرتش را جمع میکرد تا کارش را انجام بدهد. تصور کرد اتاق زیر شیروانی صحنه تئاتری بزرگ است. در بیست سالگی وقتی به عنوان بازیگری شناخته شده بود، نقش شخصیت یکی از نمایش نامه های چخوف را بازی کرده بود. شخصیتی که در همه عرصه ها خودش را ناکام میدید و از شکست خوردن در کار و عشق مستصل می شد. یادش هست ایفای این نقش اولین پیروزی بزرگ او در نیویورک بود. اواخر همان هفته وقتی زن نظافتچی جسد او را کف اتاق زیر شیروانی پیدا کرد یا داشتی ده کلمه ای کنارش بود اکسلر نوشته بود واقعیت این است که کنستانتین به خودش شلیک کرده است این آخرین جمله نمایش نامه بود ستاره سرشناس صحنه نمایش که زمانی همه چیز گویای قدرتش در بازیگری بود و در دوران اوجش تماشاگران بسیاری را به سالن‌های تئاتر می‌کشاند. آخرین نقشش را به خوبی تمام کرده و پایان کتاب.